کمالوندی، انتشار اطلاعات محرمانه ایران در آژانس اتمی متوقف شود. بهروز کمالوندی، سخنگو و معاون امور بین الملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی روز چهارشنبه در واکنش به انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی و نشر برخی از اطلاعات مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران با اشاره به اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی هر از گاهی گزارشی ارائه می‌دهد اعلام کرد این گزارش‌ها نباید با این جزئیات منتشر شود. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران بیان داشت گزارش‌ها باید زمانی صادر شود که یک تحول عمده‌ای پیش آید و یا یک انحرافی رخ داده باشد. اینکه صرف فعالیت‌های فنی هسته‌ای یک کشور گزارش و منتشر شود یک رویه نامیمونی است که متأسفانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آن را از مدت‌ها قبل شروع کرده است. وی خاطر نشان کرد ما به این موضوع بارها و بارها در شرایط و مقاطع زمانی مختلف اعتراض کرده ایم و آخرین بار در بهمن پارسال بود که در یک یادداشت توجیهی کامل به این موضوع پرداختیم که چرا آژانس فعالیت‌های ریز فنی ایران را منتشر می‌کند. کمالوندی افزود استدلال‌های ما مختلف و متکی به اسناد آژانس از جمله اساسنامه آژانس و موافقت‌نامه پادمان با آژانس و مصوبات کنفرانس عمومی است که در یادداشت توضیحی به آنها اشاره کرده‌ایم. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران توضیح داد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مسئولیت دو کار عمده را بر عهده دارد، یکی اینکه اطمینان پیدا کند فعالیت‌های کشور عضو صلح‌آمیز است و انحرافی ندارد، نکته دیگر کمک به اهداف صلح‌آمیز کشورهاست که متأسفانه آژانس در مواجهه با ایران به نقش دوم خود کمتر عمل کرده و مهندس اسلامی هم در ملاقات اخیر خود با مدیر کل آژانس به این موضوع اشاره و اعتراض کرده است. وی در ادامه گفت ارزش این اطلاعات عمدتاً تجاری است و به این دلیل که فنی است نباید در اختیار دیگران قرار گیرد. متاسفانه آژانس این موضوع را رعایت نکرده و اطلاعات ارزشمندی را که در دست داشته با جزئیات در اختیار دیگران قرار داده. اگر به سایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مراجعه شود مشاهده می‌کنیم که مشابه این اتفاق در خصوص دیگر کشورها اتفاق نمی‌افتد و گزارش‌ها با این جزئیات در سایت آژانس وجود ندارد، هرچند که دسترسی به این سایت محدود به کشورهای عضو است. کمالوندی تأکید کرد در اساسنامه آژانس در پاراگراف دی ماده 3 بر ضرورت حفظ محرمانگی اطلاعات کشورها اشاره و تأکید شده است و یا پاراگراف اف ماده 7 مدیر کل و اعضای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به رعایت محرمانگی اطلاعات موظف می کند. در خصوص موافقت نامه پادمان در دو جا در بند الف در ماده 5 اشاره شده است. اطلاعاتی که به دست آژانس می رسد نباید در اختیار دیگران قرار گیرد. کمالوندی گفت در انتشار اطلاعات نیز در موافقت نامه پادمان اشاره شده است که آژانس قبل از انتشار اطلاعات موظف به کسب رضایت کشور عضو است. با توجه به اتفاق پی در پی انتشار اسناد ایران به نظر می رسد که این رویه ای است که تحت نفوذ کشورهای خاص با هدف خاصی در حال انجام است که بخشی از آن ایجاد جنگ روانی است، چون این اطلاعات لزومی بر انتشار ندارد. وی افزود از آنجایی که برنامه ایران برای غنی‌سازی به طور کامل، شفاف و بدون هیچ نکته انحرافی است به نظر می رسد، در جهت خدشه‌دار کردن این برنامه چون این گزارش هایی منتشر می شود. مواردی وجود داشته که نامه های محرمانه ما به مدیر کل در اختیار رسانه ها قرار گرفته است و وقتی در این سطح رعایت محرمانگی نمی شود در مورد بقیه موارد هم قضیه روشن است. کمالوندی گفت متاسفانه انتشار این اطلاعات و در اختیار گذاشتن به غیر در آژانس به یک رویه تبدیل شده است که باید هرچه زودتر متوقف شود و ما حتما اقداماتی انجام می دهیم که جلوی این اتفاق گرفته شود. در این زمینه نامه‌نگاری شده است و این موضوع پیگیری می شود و در جلسه آژانس با اعضا نیز مطرح شده است. وی افزود بخشی از این اتفاقات برای فضاسازی رسانه‌ای است تا بتوانند ابهام ایجاد کنند و در آن ابهامات بتوانند اتهاماتی را وارد کنند تا بتوانند ایران را در موضع انفعالی قرار دهند. سازوکارهایی که در آژانس وجود دارد ایراداتی دارد که اعضا هم به این ایرادات وقوف دارند. این اشکالات به نحوی است که به نظر می‌رسد توسط برخی کشورها برای سوء استفاده علیه ایران به کار گرفته می‌شود و بارها درباره این سازوکارها صحبت شده است. وی خاطر نشان کرد ضرورتی ندارد این اطلاعات به دیگران داده شود، ولی این اطلاعات با جزئیات در سایتی که در اختیار اعضاست منتشر شده است و متاسفانه از همین سایت به بیرون درز می کند. کمالوندی گفت
دوربین‌ها اطلاعاتی را بیرون نمی‌دهند و اطلاعات آنها فقط هنگام بروز مشکلات جهت رفع ابهامات و اختلافات تحت نظر ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد و هیچ گونه اطلاعاتی از آنها در اختیار آژانس قرار نمی‌گیرد. وقتی بازرس‌ها مراجعه می‌کنند و یک سالونی را می‌بینند که در حال انجام یک فعالیت است، ممکن است این بازرس با جزئیات فعالیت‌ها که حاوی اطلاعات تجاری و فنی است آشنا شود. او مسئولیت دارد این اطلاعات را محرمانه تلقی کرده و در حفاظت از اطلاعات بکوشد و نباید اطلاعاتی که بدین شکل به دست می آید منتشر شود. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران بیان داشت اگر این رویه متوقف نشود مجبور می شویم تا در تعامل خود با آژانس بازنگری کنیم. البته کار پادمانی آژانس انجام می شود. باید سازوکاری تبیه شود تا آژانس ضمن کلی کردن گزارش های خود از انتشار اطلاعات به دست آمده ممانعت نماید.